من هفته گذشته دوستان عزیزم یک مقاله بعد از برنامه رادیویی نوشتم و در مورد این سازمان داعش یا ISIS یا دولت اسلامی عراق و شامات که در سوریه می جنگیدن و الان هم در حدود مرزهای ایران هستند. من این مقاله رو نوشتم و بلا فاصله خیلی جالب بود دست هایی که در پشت پرده هست به حرکت افتاد، فحاشی منظم شروع شد و چه و چه و چه. این مقاله پیشگویی بود، پیشگویی که از فرداش قدم به قدم درست در آمد. الان مقاله روی خبربین هست، در خبربین داستان، و داستان این است که این داعش چه خواهد کرد موقعی که شهر موسل رو در عراق اشغال کرد. حالا برمیگردیم دوباره به همون مطلب و یه مقداری بیشتر میشکافی میشه، چون مثل این که جای درد دشمنان ایران همینجاست و بسیار هم. ایرانیان عزیز، هموطنان من، ایران امروز در خطر است. چرا؟ در مقاله خودم آوردم روزی که دشمن در موصل بود گفتم اینها یک حمله به کرکوک خواهند کرد، یک حمله به خانقین و به طرف بغداد حرکت میکنه، به طرف تکریت حرکت میکنه. این همین مطلب نعل به نعل انجام شد. حالا چرا؟ کردهای اقلیم کردستان در سوریه با کردهای سوری در یکی از نبردها داعش رو بدجور عقب زده بودند و داعش به دلیل کینه‌ای که داشت در موصل، موقعی که دستش به میلیاردها دلار سلاح آمریکایی و پول نقد رسید، اولین کاری که کرد حمله به کرکوک بود با هلیکوپترهای توپدار آمریکایی. خیلی جالبه نه؟ ببینید، این به اینا میگن یه مش تروریست وانت سوار، ولی تروریست وانت سوار در محل خلبان هلیکوپتر داره که بتونه هلیکوپتری که حتی سوار نشده رو به پرواز در بیاره، بره به کرکوک و کرکوک رو به توپای هلیکوپتر بزنه. پس اینها یک مش تروریست وانت سوار نیستن. ببینید، دشمن رو هیچ وقت نباید دست کم گرفت، حتی موقعی که روی زمین افتاد. چرا؟ چون تا ثانیه جذب این نرفت دشمنه، این یه حقیقت است و در پی از بین بردن. حال پس از این که فردای اون روز اینها به کرکوک و خانقه هم بکردن، راه تکسی تو در پیش گرفت، درست همونجور که پیش بینی کرد. در تکریت که محل تولد صدام حسین بود، خب از اینها استقبال بسیار به سزایی شد، چون همه سنی هستند و همه در انزوای سیاسی به خاطر دولت نوری المالکی که آفتابدار آقای خامنه‌ای در تهرانه. و در تکریت هم پول تمام بانک ها نصیب اینها شد که سرجم چیزی در حدود 1.5 میلیارد دلار موصل و تکریت به حال اینها کمک کرد، به اضافه میلیاردها دلار اسلحه های پیشرفته آمریکایی. حالا فقط یک کلمش رو براتون میگم، تفنگ هایی هست اینجا به نام برت، کالیبر 50، مثل همون کالیبر 50 که تو اکسیران هست برای تانک سوار میکنه، منطقه این رو برای تکتیر انداز ساخت و روی اینها دوربین حرارتی نصب میشه، یعنی
قشنگ تکیر انداز میتونه از بیرون یک خونه توی یک خونه رو ببینه. از پشت 4-5 تا دیوار حرکت اون کسی که میخواد رو ببینه بدون اینکه چیزی مشخص باشه و از فاصله 1000 متری این گلوله رو از 6 تا دیوار بزنه و طرف رو بزنه. مبارک باشه. این فقط یه قلمش بود. کامیون های اینترنشنال ساخته بود، کامیونت ها که برای ارتش آمریکا بود، تمام به دست این ها افتاد که حتی این ها اگر روی مین بره منفجر نمیشه. مبارک باشه. هاموی هایی که مال ارتش آمریکا بود، تمام نوع آکبند با مسلسل های روش که تمام دور شیشه های زده گلوله است دست این افتاد. و تا دلتون بخواد سلاح‌های ضد هوایی، موشک‌های استینگر و سلاح‌های سبک. موشک استینگر گفتم. موشک استینگر قاتل هواپیماهای نیروی هوایی ایرانه. چرا؟ چون موشکی است دوش، به قول معروف از روی دوش شلیک میشه، زیرشونش نفر شلیک میکنه و بسیار پیشرفت است، بسیار پیشرفت. پس اینها تمام نصیب به قول این مخالفین داستان ما وانت سوارهای بیابانی شد. این وانت سوارها رو سازمان القاعده اومده آقشون کرده که گفته اینا اصلا مثلا با من نیستن، ولی اینها بخشی یا اصل سازمان القاعده هستن و حمله به موصل 2 میلیارد دلار خرج برد که به وسیله عربستان سعودی نقدان پرداخت. یعنی عربستان 2 میلیارد دلار زمین گذاشت که موصل سقوط کرد. پس اینها تکتیک رو آمدن و الان از تکتیک رد شدن به عقبه رسیدن. عقبه یک شهری است که از تکتیک کوچکتره و بر سر یک دوراهی قرار داره. این دوراهی یک راهش به بغداد میره و یک راهش به مندلی. حالا مندلی کجاست؟ مندلی مرز ایران، مرز ایران و عراق مندلی اسمش، که در جنوب قفس شیرین واقع شده و نقطه وصل خوزستان هست به ایران. هم دقیق به بطرید. در زمانی که این اشرار جمهوری اسلامی سر کار آمدند، عرب خوزستان خب خیلی کمتر بودن. در طول این مدت و در امروز چیزی در حدود 60% مردم اهواز رو اعراب تشکیل داد و اعرابی که مسلح هستند از دو طریق. میخوام سطح حماقت جمهوری اسلامی رو شما ببینید. این اعراب مسلح اعرابی هستند که یا از زمان جنگ ایران عراق اسلحه‌هاشون رو قایم کردن و الان دارن در اهواز استفاده میکنن، و دسته دیگر دسته ایست که خود جمهوری اسلامی اینها رو مسلح کرد. حالا چرا؟ چه خدا میدونه فقط که چرا جمهوری اسلامی، آقای حسن روحانی، آقای سید علی خامنه ای، آقای سردار خودخوانده جعفری، سوال من از شما چرا آمدید عراق اهواز رو مسلح کردید؟ در اهواز سازمانی به نام الاهواز هست که این سازمان یک سازمان تروریستیه
شاخه های القاعده هست، از شاخه های داعش هست و با جیش العدل و باقی این گروه ها رابطه بدبستون بسیار زیاد دارن و از یک جا تغذیه میشن که همون سعودی کثافت باشه. الان داعش دو تا حق انتخاب داره در برقبه که هست، یا به طرف مرز ایران بیاد وارد خوزستان شه و یه راه تدارکاتی رو با الاهواز ایجاد کنه. یه نکته دیگر هم یادم رفت و اون این که سازمان الاهواز دفترش در انگلستان وارده. سازمان الاهواز همان سازمانی است که رضا پهلوی به پااندازی نوریزاده خبرنگار شرق الاوسط که ارگان رسمی خانواده آل سعود در سعودی در خارج هست شناخته شده، در لندن با الاهواز دیدار کرد. آقای رضا پهلوی چرا؟ هیچ کس نفهمید. این قضیه کی بود؟ یک سال و خورده‌ای پیش. برای من سوال شد که آقای رضا پهلوی شما اگر قصد دارید با آحاد ملت ایران دیدار کنید چرا به دیدار الاهواز رفتید؟ الاهواز کسی است که در ادارات دولتی شهر اهواز بوم گذاشت و همشهریان اهوازی ما رو بکشتند. الاهواز گروهی است که میگوید خوزستان مال ایران نیست و به نام اهواز معروفه. حالا این ابلها یادشون نمیاد که دانشگاه گندی شاپور در اهواز بوده و اونم در زمان ساسانی بوده، موقعی که عرب ها هنوز داشتن به دنبال همون سوسمار ها مارمولک هاشون زیر زمین میگشتن که در بیارن و بخورن و هنوز محمدی نیامده بوده که بخواد اینها رو یک دست کنه و مثل داعش امروز به جهانگشایی بپرده. داعشی که شما امروز میبینید دقیقا نعل به نعل جریان سطح اسلام است. داعشی که امروز میبینید دقیقا نعل به نعل جریان حمله مغول است و بس. حالا توضیح هم دا کرد. برمیگردیم به دیدار رضا پهلوی در مجلس عوام انگلیس با گروه الاهواز. این دیدار ببخشید این به اصطلاح شاهزاده، چون میگم واقعا از پدر و پدر بزرگ در بدن ایشان یک موم است، این دیدار ایشون که اولا دیدار غلطی بود. چرا؟ چون یک شاهزاده کسی که فکر میکنه در ذهنیات خودش نماینده ملت ایرانه نمیره با یک گروه جدایی طلب عرض به خدمت شما بمبگذار در مجلس عوام انگلیس ملاقات کنه. این یک. دو، یک همچین ملاقاتی در درجه اول به رسمیت شناختن این گروه و اهداف این گروه خواهد. یعنی آقای رضا شم دارم نام پهلوی رفتن و با الاهواز دیدار کردن، نشستن. این تروریست ها به پدر و پدر بزرگ ایشان بد گفتند در جلسه، پدر و پدر بزرگ ایشان را قاتل خواندند. حالا چرا؟ چون زمانی که رضا شاه کبیر بر سر کار آمد شیخ خزعل قصد خوزستان رو کرده بود. ایران ملوک و طوایفی بود، در شمال میرزا کوچک خان میخواست صاحب شه،
در جنوب کیخزعل، در غرب سیمیتقو و و و و و و رضا شاه به خاطر اینکه ایران رو یک پارچه کنه با ارتش قلیل ایرانی که اون روز وجود داشت شیخ خزعل رو دستگیر کرد و خوزستان رو به دامن کشور ایران باز کرد. پس به این دلیل این کسانی که اصلا معلوم نیست عقبشون به کجا میرسه، اصلا معلوم نیست حتی از فرزندان خزعل باشن، نشستن و در مجلس عوام انگلیس در حضور نوری‌زاده و در حضور آقای رضا، رضا شاه کبیر رو قاتل کردن، محمد رضا شاه پهلوی فقید رو قاتل کردن و ایشان هم نشستن به گفتار ایشان اینا گوش کردن و با تحمل رو برن. حالا این قرار رو در اصل کی گذاشته؟ شما نگاه کنید تو اندازش کی. نوری‌زاده معروف و مظنون، کسی که از پشت بام مدرسه رفاه اولین شماره اختصاصی روزنامه رو، روزنامه کیهان رو در آورد که در تاریخ اصلا ثابته نداشت، و جریان اعدام 4 جنرال ایرانی رو در پشت بام مدرسه علوی نوشت، کسی که در راه بازگشت از پشت بام به پایین دامن عبای خمینی را گرفت و پرسید آقای من آیا میتوان در خون این شیاطین وضوع کرد و نماز خواند؟ این سؤال آقای نوری‌زاده بود و آقای رضا و آقای نوری‌زاده رفتن لندن با الاحواز می‌دازد. وای من وای من، که یعنی ای کاش کیمار سرشکست نمی‌شد و هیچ وقت رضا وارد سیاست نمی‌شد، که اگر کیمات بر سر جاش بود یه پولی به رضا میداد، رضا هم همون گونه که 30 چه میدونم 20 خورده سال سکوت کامل اختیار کرد، من هم ساکت بود میشه قلن کشه به جایی برسه، نمیرفت با نقشه سعودی با نوکران و تروریست های سعودی در شهر لندن دیدار کنه. خب این رو هم داشتیم. پس اینجا الاحواز با رضا به صلح رسیدن. الان الاحواز مهم میشه. چرا؟ چون اینها داعش که در عراق به سر میبره تنها هدفش برقراری یک خط تدارکاتی با الاحواز و جمهوری اسلامی هم دقیقا من رو به یاد دولت‌های ایران در زمان یزدگرد سوم و در زمان سلطان محمد خوارزمشاه می‌رسه. منفعل، مفعول و ترسیده، یعنی فقط در حال انجام عکس‌العمل هستند نه عمل. ببینیم فرق این کجا، این دو در کجاست. موقعی که داعش 20,000 نفر شد در شهر تکریت، ایران به فرماندهی به اصطلاح سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس که 10,000 نیرو بیشتر نداره، هم درست توجه 10,000 نیرو بیشتر نه، یعنی کل سپاه قدس ایران نصف داعشه، ورداشت 2 گردان از نیروهاش رو یعنی 2,000 نفر رو به عراق اعزام کرد. حال چه اتفاق
در صورت رویارویی داعش با گردان قدس این 2000 نفر، خب اولا برابری قوا 10-1، برابری از نظر سلاح و مهمات، خب داعش الان بسیار جلوتره. از نظر سبوعیت و حیوانیت هیچگاه ایرانی که در ایران به دنیا آمده باشه به داعش نخواهد رسید، حالا در هر کجا ایران که باشه. و نتیجه این خواهد شد که 2000 سر در قوطی کفش به ایران بازگردن خواهد شد، همان گونه که در سوریه داعش با به قول معروف نگهبانان حرمین این خواهد، حافظین حرمین، چون همین سپاه قدس در سوریه هم نفر داشت و داعش سر اینها رو میگذاشت توی قوطی کفش و به ایران ها میگذاشت. خب موقعی که این اتفاق بیفته مسئله 2000 سرباز از دست دادن نیست، گرفتاری بزرگتری در پیش و اون اینه که دشمن روحیه و جرأت پیدا میکنه. ببینید حالا برمیگردیم به زمان یزدگرد سوم، پادشاه آخر ساسانی. در زمانی که یزدگرد سوم حکومت میکرد، همین اعراب بیابانگرد بدوی جرأت حمله به ایران رو نداشتن. چرا؟ اسم ایران نام بسیار بزرگ و قوی بود. به همین دلیل واحدهای کوچکشون رو میفرستادن به قریه‌های مرزی برای غارت، و موقعی که دیدن و یزدگرد سوم به عوض اینکه چاره مسئله رو بکنه و یک سپاه بزرگ برای اصلا تسلط عربستان اون موقع اعزام کنه، فقط دسته های کوچک میفرستاد مثل همین سپاه قدس، و عرب ها به ایرانی کشی عادت کردن، ترسشون ریخت. اون موقع بود که سیل عرب به سوی ایران روان شد. عرب ها روزی که به ایران حمله کردن، عزیزان من، شمشیر به اندازه کافی نداشتن. خیلی جالب، پیامبر دزدان دزدان خودش رو به ایران گسیل کرد و این دزدان شمشیر به اندازه کافی نداشت، پس نوبتی شمشیر می‌زد و غنایم را قسمت. امروز دقیقا داره همون مطلب اتفاق بیفته، یعنی اینا به سرحدات ما رسیدن و ما دو گردان قرص براشون فرستادیم. حالا قرص چیه خدا میدونه. 2000 سر جرموچی کفش برای ما پس خواهم فرستاد و بعد ایران نخواهد، چون اوپه ما از بین رفته. بیایید ببینیم امروز در ایران چه داریم. امروز در ایران ما خزانه‌ای ورشکسته داریم، خزانه‌ای که به مردمش باید سبد کالا بده، چون آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت دزدی کنه، دسترازی کنه به خزانه. آقای خجسته برادر خانومش رو ول کنه روی خزانه و دیگران رو تا بچاپند تا گلو. همزمان آنچه را که از پول ایران باقی میموند رو گذاشت توی ماجراجویی اتمی خودش. پس به این دلیل رفت هواپیماهای میگ 21 چینی خرید تا حتی فانتوم های ما در مقابل استینگر ایمن نیستند، چه برسه میگ‌های چینی. پس نیروی هوایی ما اینجا دوچار مشکل. چرا؟ چون یه ناوگان 40 ساله است که در
اسکلت تمامی هواپیماهاش از زمان علاز فرید باقی مونده ترک های میکروسکوپی هست و ناوگانی نیست که سرپا باشه، حتی قطعه داشته باشه رمزه کار. پس اینجا فاتحه نیروی هوایی ما خوانده است. نیروی دریایی به درد ما نمیخوره، خب چون جنگ دریایی نداریم با اینا، پس اونم غیر معتبره. میرسیم به ارتش و به قول خودشون سرلشکر سعدی نمیدونم حسنی هم چی نسیم، سرلشکری که ریش داره و سرلشکری که زیر دست اون روبان گارسیا خدمت میکنه، فیروز آبادی گاوه کنن. یعنی ایشون قبل از این که سرلشکر ارتش باشن یا سرتیپ ارتش باشن یک بسیجی به تمام معنی هستن. بسیار ارتش رو در این فاصله از روزی که جنگ تمام شد کوچکتر و کوچکتر کرد این روزم بید. و سپاه کادرش در حدود 50,000 نفر باقی بود، ولی اومدن سربازای وظیفه ای رو که به ارتش میدادن رو دادن بسید. پس سپاه قدرت آنچنانی نیست، یعنی حتی اگر دوستهایی مثل میرکازمی ها و امثال هم فرار نکنند که در زمان شلیک گلوله اول اینها به خارج فرار خواهند کرد یا حتی قبلش، کشور ایران کسی رو برای دفاع نخواهد به جز مردم. به این روزگار رسید. همین بلا رو چنگیز مغول در سر ما آورد. یعنی موقعی که به ایران حمله کرد سپاهیان ایران محمد خوارزمشاه با جنگ و گریز در تعداد کم از جلوی سپاهیان چنگیز عقب می‌نشستند تا چنگیز بیاید و قلعه ها را محاصره کنند. چرا؟ چون سلطان محمد خوارزمشاه یک عقیده احمقانه‌ای داشت و اون این که اگر در قلعه باشه در امان هست، ولی در امان نبود و چنگیز تمام ایران را در نبرد. سپاه اسلام تمام ایران را در نبرد به خاطر اینکه ترس اینها از ایران ایرانی پیخ. کاری که دولت باید میکرد و نکرد این بود که به عوض دو گردان نیروی قدس که واقعا هم عددی نیستن و فقط میگن سراشون که قدس برمیگرده، حداقل یک تیپ یا لشکر ارتش رو مأمور میکرد که بره به وسیله توپخانه سربازهایی که داریم و اون موقع با کمک نیروی هوایی، چرا چون اون موقع ما نفر اضافی داریم میتونیم پشت خط دشمن پیاده کنیم، کتباز بیاریم پایین، سایکل موشکی رو از کار بندازیم، چه و چه و چه و چه و چه، اون وقت ریشه اینها رو بخوش کنیم. دقیقا مثل این مونه، شما دکتر که میرید موقعی که بدنتون عفونت کرده میگه آقا تا دونه آخر آنتیبیوتیکتو بخور. چرا اینو میگه؟ مرض که نداره. شما سه روز اول آنتیبیوتیکت خوردی از ده روز میبینی حالت خوبه میگه خب چرا بخورم؟ برای اینکه اون باکتری در بدن شما به آنتیبیوتیکت خوردیم عادته، یاد میگیره چجوری از بینش ببره و اینا همون باکتری هستن. یا باید دوای قوی و مستمر میدادیم اینها رو از بین میبردیم، و یا اینکه 2000 نفر فقط دست اینها رو گرمتر میکنه
2000 نفر فقط ترس اینها رو میریزه، 2000 نفر فقط روحیه اینها رو بالاتر میبره. من اینها رو برای دولت ایران دارم، برای اینکه الان در حال حاضر دشمن مشترک و جان زن و بچه ایرانی در خطر است. وظیفه دولت ایرانه که الان بیاد با تمام قوا، با نیروهای مسلح ایران، با کمک مردم ایران، با کمک داوطلبین، خود من داوطلبم، من داوطلبم، آقای خامنه ای، آقای روحانی، من داوطلبم، به من یک دونه ویزا بدین، یک دونه روادید بدین، من برمیگردم، برمیگردم و من و به خوزستان میرم. من از شما استدعا میکنم به من یک روادید بدید به ایرانم برگرد، چون نمیبینم دفاع کردن از ایران رو در بطن شما. شما برای لبنان سینه به تنور چسبوندید، برای فلسطین سینه به تنور چسبوندید، برای ایران هیچ کار نکرد. به داستان بسیار غم انگیزی رو میخوام براتون بگم. فرمانده این تروریست ها داعش در سوریه مال چچن هست، چچنیا، یکی از جمهوری های شوروی سابق. این جمهوری، جمهوری مسلمان بود و روسیه با تمام قوا و با نهایت وحشیگری شروع به کشتار مسلمانان کرد در چچنیا یا در چچن. شاید 1 میلیون حدودن از این باشد. جمهوری اسلامی ایران یک کلام بر زبان نیاورد که آقا شما اینها رو هم که در چچن دارین میکشین مسلمانن، اینها هم لا اله الا الله گفتن، اینها هم محمد رسول الله گفتن. اصلا به روی خودش نیاورد، حتی در رادیو تلویزیون ایران اینها رو تروریست هم نامید. خب شما فکر میکنید اینها کینه چی به دل میگیرن؟ هم روسیه رو که هر سال میبینید یکی دو بمب وحشتناکش منفجر میشه، هم ایران رو. آقای خامنه ای، خلیفه المسلمین دنیا، مگر مسلمانان چچن مسلمان نبودن که شما هیچ چیز نگفتید؟ سرس میداشت، چون رابطه شما با روسیه اجازه میداد. اما همان مسلمانان سنی هم هستن، در نوار غزه هم هستن، از سعودی پول میگیرن، از شما پول میگیرن، از کویت پول میگیرن، از امارات پول میگیرن و شما قرم فلسطین لبنان کشته شما. پس حب الوطن دارید. این ملاها تمام در زمان شاه عباس صفوی از منطقه جبل عامل و فلسطین و لبنان به ایران وارد شدن، اون هم به دعوت شاه عباس، شاه عباس دوم، و به دلیل اینکه شاه عباس پی برده بود که اگر یک سپاه مذهبی داشته باشه خیلی براش ارزونتر و قویتر در میاد تا یک سپاه حرفه‌ای. پس آمد مذهب شیعه رو مذهب رسمی ایران کرد، ملاها رو برداشت وارد ایران کرد. مردم ایران، تمام مردم تبریز سنی بودن، به زور شمشیر قزلباش شیعه شدن. واقعیت تاریخی نیست، من خودم کرد، همش هم سنه رو تصدید، همش یک به یک. و این ملاها ایرانی نیستن. من الان بزرگترین نگرانیم اینه که وقتی که داعش، چون گفتم الان در شهر بغداد هست، یه چیزی در حدود 100 کیلومتری بغداد،
و یه چیزی هم در حدود 100 120 کیلومتری مرز ایران. شاید مقداری بشه. که بتونه اون راه تدارکاتی رو که میخواد رو با گروه الاهواز باز کنه. چون اگر اون راه تدارکاتی باز شه، عرب‌های اهواز اونهایی که ایرانی نیستند. ببینید ما عرب ایرانی داریم که واقعا برای ایران در جریان جنگ ایران عراق هم جنگی. نه، من به عرب ایرانی توهین نمی‌کنم. اما موقعی که یارو داره میاد یه داشتاشه زنشه و یه دونه کفی احقار سرشه و عربی صحبت میکنه، من از کجا بفهمم این عرب ایرانی یا عرب فرض بفرمایید سوری؟ من از کجا بفهمم این عرب کجاست؟ خودشون ممکنه بفهمن از لحظه خودشون، من که نمیفهمم. و الان تعداد اینها 60% شده در احقار، همه مردم از دست اینها به فقان هستن. چرا؟ چون تنها قومی هستن که در اهواز اسلحه دارن و دارن به باقی مردم همین امروز روز دارن زور میگن. همین امروز روز دارن به مردم زور میگن. پس نقشه کجاست؟ این نقشه سوا کردن و جدا کردن خوزستان از ایران است. این نقشه سوا کردن و جدا کردن بلوچستان از ایران است. و این نقشه تجزیه ایرانه. من دیگر با دولت کاری ندارم، چون گفتم این دولت و این کسانی که آپارتمان های 1 میلیارد، 1 میلیاردی، 2 میلیاردی، 3 میلیاردی در تهران میخرن، ماشین رولز رویس و مزراتی سوار میشن، اینا نخواهند بود. نمیدونم شما سال 57 یادتون بیاد یا نه، یه دفعه موقعی که راهپیمایی ها شلوغتر و شلوغتر شد، یه تعدادی میدیدی همسایه یه دفعه شبانه نیست. مرد خارج به شما خداحافظی نکرد، حتی نیمده بگی خدا نگهدار. و همین اتفاق دوباره میفته. این ملاها پاسداران درجه یکشون، سردارها، اینها همه جمع میکنن و میرن. نه، بمونه واسه ایران بمیره. موقعی که 150 میلیون دلار فرض خامل تو سوئیس پول داره، اگر شرف داشت که 150 میلیون دلار تو سوئیس پول نداشت، اگر ایرانی بود که 150 میلیون دلار تو سوئیس پول نداشت، حالا که داره بمونه بجنگه بمیره، داره چی؟ معلومه میذاره میره. ملت بی صاحب رها خواهد شد. به همین دلیل هموطنان من، ایرانیان عزیز، هموطنان خوزستانی من، عزیزان من، امروز ما حدود 4000 نفر ایرانی مسلح هستند که در ایران هستند و اینها برنامه اول ما این بود که یقه دولت اسلامی رو بگیریم. اما با این مسئله که پیش اومد، ترجیح دادیم که نیروهامون رو جمع کنیم، زیاد کنیم برای حفاظت از ایران، چون اینها میروند، اینها نخواهند. و اون وقتی که شهر اهواز، شهر اندیمشک، شهر سوسنگرد، شهر خرمشهر، شهر آبادان، شهر دسفول، اینها در خطر حمله داعش هستند و داعش وحشی‌ترین اعراب روی زمین هستند، داعش وحشی‌ترین مسلمانان روی زمین هستند، نرسیده سر می‌برند، آنگونه که در موسم تکریت بریدند. کارنامه‌شون درخشان دیدیم. الانه که باید روی پای خودمون وایسیم، به خودمون برسیم. ارتش آزادی بخش ایران دیروز اعلامیه داد که
از دیروز تمام هم و غمش رو متوجه خوزستان خواهد کرد و به هر گونه که بتواند نفراتش رو به اونجا منتقل می‌کنه که فقط باش ما حمله نمی‌کنیم بکنیم بکنیم فقط می‌خوایم مواظب مردممون باشیم که اگر داعش وارد ایران شد و اگر پاسداران کادر و وظیفه و اطلاعاتی ها و لباس شخصی ها فرار کردن، ملت بی صاحب نمونه، ملت بی دفاع نمونه. و در اعلامیهش گفته که واقعا محبت کنید ملت ایران به ایمیل info@khabarbin.com اطلاع بدید اگر دیدید کسی داره با دینار عراقی خرید میکنه، اگر دیدید کسی با دلار تا نخورده آمریکا داره خرید میکنه، اگر دیدید کسی داره وانت های 4x4 به قول معروف چارچت یا هرچی که اسمش اونجا هست تو دیفرانسیل میخره به تعداد، اگر دیدید کسی سوخت و آب داره انبار میکنه، اینها رو به ما اطلاع بدید. چرا؟ چون داعش اگر بخواد به ایران حمله کنه بازوی داخلیش خواهد بود که اول حرکت خواهد کرد، که همون اعرابی هستند که امروز در اهواز دارن بازگیری میکنن. اونا اعراب ایرانی نیستن، معلوم میشون کجا. من هم کاری ندارم، ولی کسی که به ایرانی تعرض کنه دشمن ایرانه، ایرانی نیست. هر گونه حرکتی دیدید، اگر عکس برداری کردن از اماکن نظامی، اماکن نیروی انتظامی، محلهایی که اسلحه هست، اهالی کوتبالله، خواهش میکنم ازتون بسیار مواظب باشید، چون در کوتبالله هم یه سری تحرکات گزارش شد. بسیار مواظب باشید، همه سر و گوش و چشم باشید و اطلاع بدید تا بتوانید هر گونه که امکان داره جلوش رو بگیرید. در اینجا از دولت متاسفانه جمهوری اسلامی خواهش میکنم به من روادید بدن کاری با رژیم در این ساعت ندارد. قصدم هم فقط و فقط دفاع از هموطنان ایرانی به عنوان یک سرباز، سربازی که جنگ دیده، سربازی که جنگ رو میشناسه و سربازی که بارها و بارها و بارها در موقعیت‌های مختلف جنگی گیر کرده، تجربه داره، سرباز قدیمی. چون سرداران شما تو خط نبودن، سرداران شما همه ستادی بودن، از سردار جعفری، سردار سلیمانی، سردار نقدی عراقی، سردار چه و چه کوفت و زهرمار، اینها هیچ کدوم خطی نبودن. من خطی بودم، ارتشی هم بودم. شاید بتونیم راه چاره‌ای بیندیشیم و با امکاناتی که در اختیار داریم بتونیم جلوی مطلب بگیریم. در این حال به رضا پهلوی، به باقی دشمنان ایران از همین تریبون، به نوری زاده اعلام میکنم اگر هر گونه تماسی، قراردادی و هر چه با الاهواز دارید رو به دور بزنید. چرا؟ چون به قول این ملاها خسرف دنیا و الاخره خواهید شد، یعنی هم دنیاتون رو از دست خواهید داد هم آخرتتون. آقای نوریزاده، شما
حتی اگه امای سیکسه یا امای فایوه ملکه هم مواظبت باشه، بالاخره این سال ایران نباید پاره پاره شود به پول سعودی و به دست ایرانی نمایی مثل نوریزاده، مثل آقای رضا. تا اینجا رو درست پیشگویی کردم، امیدوارم از اینجا غلط بگم، خودم دارم میگم، امیدوارم من اشتباه کنم، امیدوارم من راجع به آقای رضا پهلوی اشتباه کرده باشم و بیام پشت همین رادیو و عاجزانه عذرخواهی کنم، ولی تا این ثانیه اشتباه نکردم و هر چه پیشگویی کردم درست. من الان یک سال دارم به شما میگم که اینها در راه مرزهای ایران هستند و برای تجزیه آمدند. امروز هم نتیجهشون رو میبینید. اینها نیامدن برای شما آزادی بیارن، اینها نیامدن برای شما قرآن بخونن، اینها نیامدن عراق رو بگیرن. خوزستان هدف اصلی ایناست. پس مردم ایران به هوش باشید، نگذارید وعده های فریبنده، کتاب هایی که دیگرون برای شاهزاده به اسم شاهزاده نوشتن، ادعاهایی که از ایشون شنیدید جلوی چشم حقیقت بین شما رو بگیره. هیچ کس در این دنیا مقدس نیست. روزی بود که شاپور بختیار میخواست به همدستی صدام حسین خوزستان رو بگیره، امروز رضا پهلوی داره این کار و ملت ایران اجازه نخواهد، مام وطن هیچ بخشیش را از دست نخواهد داد، نه به خاطر هیچ کس، نه به خاطر هیچ دلیلی و نه به هیچ قیمت. اگر سر به سر هم به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. کشور به دشمن نخواهیم داد. حال این دشمن اسم ایرانی داشته باشه یا اسم عربی یا اسم چچنی، فرقی نداره. ایران ایران باقی خواهد ماند. نیروهای ارتش رهایی بخش در خدمت ملت ایران هستند. خود من باز دوباره میگم، خواهش میکنم به من روادید بدید به عنوان یک سرباز ساده به هر واحد ارتشی که در خوزستان هست بدون دریافت هیچ گونه حقوق هیچی نمیخوام بپیوندم، که در دفاع از کشورم شریک باشم، در حفاظت از مرزهای کشورم شریک باشم. هنوز هم از هر ده تیر من یک دونش خطا نمیده و نخواهد است. قلب دشمن جایی بود و خواهد. در صورت عزیزان من، نگران همه شما هستم، دلم با شماست، چیزی از کسی نمیخوام، نه مقام و منزلتی میخوام، نه پست و پولی میخوام، کار من از این صحبت ها گذشته. من فقط برام مسئله اینه که کودکان ایرانی سالم بمانند و در یک فضای سالم رشد کنم. من برام مسئله اینه که پول نفت ایران به ایرانی بازگردد، نه به صورت سبد کالا، بلکه به صورت عزت و شرف، به صورت کار، به صورت تولید، به صورت تکنولوژی، به صورت استفاده از مغزها، به صورت شکوفایی یک کشور. من اون روز رو میخوام برای نه این روزداری که این ملا زعفران های زمان شاه سلطان حسین صفوی درست کردن. من این رو نمیخوام. بگذاری به ایران برگردم از کشورم دفاع کنم، بگذاری به ایران برگردم از کشورم مواظبت کنم. تنها چیزی که ازتون میخوام و بگذارید فرزندان ایران خودشون تشکیلات خودشون رو برای دفاع از کشور خودشون ترتیب بدن. چرا
چون در یک کشور دموکراسی، در یک کشور سالم، در یک کشور آزاد این مردم هستند که حافظ قانون اساسی هستند، نه ارتش، نه دولت، نه پاسدار، نه بسیج. مردم هستند و مردم دولت جمهوری اسلامی از شما ناراضی هستند، سرباز از شما ناراضیه، افسر از شما ناراضیه، خود همون سپاهی از شما ناراضیه. چرا؟ چون میبینه که شما چگونه میخورید و او چگونه میخورد. بر صورت ایرانیان عزیز، سرتون رو درد بردم، ازتون عذر میخوام. اینها حقایقی بود که باید میگفتم. میدونم باز رضا اللهی ها ناراحت خواهند شد، فحاشی خواهند کرد، به گور پدر همشون بگذار آنقدر بگویم، اما دو که علازه فرمودن مخت شانت نور سگ عبور کنم. بعد هم یاد وصیت‌نامه شاهنشاه آریامهر باشید که فرمودن به ایران بیاندیش، همه به ایران بیاندیش، نفرمودن به رضا بیاندیشیم، همه به رضا بیاندیشیم. رضا تا امروز یک قدم مثبت بر نداشته و از امروز هم بر نخواهد داشت. به صورت سلامتی شما رو میخوام عزیزان من، امیدوارم بتونم برگردم به وطنم، دوباره خدمت کنم، در خدمت هموطنانم باشم. میگم یه جون دارم، چیزی بیشتر ندارم، اونم در کفم و به قول معروف هدیه بشون. دست آخر از جناب توکلی ممنونم که این وقت رو من دادن و طبق معمول ایرانی، به خدا، به خدا که خود